سلام به کانال یوتیوب تپس خوش اومدین برای پراید 100 میلیونی دلار 20 هزار تومانی آماده شیم از روز شنبه 4 اسفند 98 که مصادف با نخستین روز کاری بعد از قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF بازار خودرو رو ارز و طلا به این اتفاق واکنش نشون داد و شاهد افزایش دوباره قیمت ها در آخرین ماه سال 98 هستیم به نظر میاد سال 2020 میلادی اصلا برای ایرانی ها سال خوشی امنی حداقل تا این جای کار که روزهای پایانی فوریه 2020 میلادی رو سپری میکنیم نبوده قیمت هر سکه بهار آزادی به بیشتر از 6 میلیون رسیده و قیمت هر دلار آمریکا هم نزدیک نزدیک داره به 16 هزار تومن میرسه البته برای تثبیت روی این قیمت باید معرکای بیشتری باشه رئیس کل بانک مرکزی ساعتی بعد از اعلام قرارگیری ایران در لیست سیا FATF گفته بود که قیمت ارز افزایش چندانی نداره و بازار تحت کنترله. اما فعلا شاهد افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت ارز از چهار اسفند 98 تا امروز هستیم و شاید همین اوزا تا آخر اسفند 98 یا حتی آخر خرداد 99 که آخرین مهلت الحاق ایران به گروه تامین مالی FATF ادامه دار باشه نمودار تکنیکالیست ها قیمت ارزو برای سالهای اول ایران در عصر 1400 بالای 25 هزار تومن نشون میده که امیدواریم اوضاع اقتصاد به گونه باشه که شاهد ورود و تثبیت قیمت ارز به کانال 20 هزار تومن نباشیم در نخستین روز کاری بعد از لیست سیاه FATF قیمت خودرو پراید از مرز 72 میلیون تومن گذشت مشاهده قیمت پراید که پرخطرترین و کم کیفیت ترین خود رو از نظر ناجایه اشکا و لبخندهای بسیاری رو به ارمغان آورده. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مرداد 98 اعلام کرد که از سال 99 شماره گذاری خودرو سواری پراید متوقف میشه. به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر در این باره گفت: در تحلیل تصادفات کشور طی 11 سال گذشته فهمیدیم که 34 درصد از جانباختگان و مجروحان حوادث رانندگی در خودرو پراید بودند. خودرویی که تبدیل به نوستالژی صنعت ایران شده. اگه تویوتا معیار بالندگی صنعت ژاپن، پراید ایران مظهر سرفکندگی بخشی از صنعت کشور شده. با این حال فعلا برای خیلی‌ها خرید این خودرو تبدیل به یه آرزو شده. آرزویی که ورود به شرکت های حمل و نقل اینترنتی برای امرار معاش رو برای ای در حاله ای از ابهام قرار میده. احتمالا همونطور که جامعه مجبور شد با بنزین 3000 تومانی کنار بیاد و دلار 3000 تومانی به 19000 تومن توی مهر 97 رسید و بعدش اومد پایین، احتمالا با پراید بالای 70 میلیون تا 100 میلیون هم توی سال آینده کنار بیاد. پراید بالای 70 میلیون عملا بخش از جامعه رو از گردونه کاسبی خارج میکنه. همینطور که دلار 20 هزار تومن به شدت روی قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیر خواهد داشت. این تاثیر صرفا روی شرکت هایی که مواد اولیه رو از خارج از کشور وارد میکنن نیست، بلکه شرکت های تولید داخل با افزایش قیمت ارز به دنبال راهکارهایی برای افزایش قیمت محصولات خودشون هستند. که زمزمه اونم از اسفند 98 به گوش میرسه سودی شدن قیمت سامه اکثر شرکت های بورسی در روزهای اول آخری ماه سال نشوندنده این واقعیت که افزایش قیمت ارز در سال 99 حتما قیمت سهام در بورس 99 رو هم افزایش میده قیمت کالا و خدماتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت ارز وابسته از افزایش پیدا میکنه احتمالا سال 99 یکی از سختترین سالهای اقتصادی کشور باشه سالی که مجلس کاملا دست رقیب اصلی دولت تبیر و امیده و از تیرمای 99 احتمالا نشونه هایی از تقابل مجلس و دولت دیده میشه مخصوصا که نفر اول لیست تهران در انتخابات دو اسفن بر صندلی بهارستان بشینه اگه قیمت دلار همچنان بالا بره پراید 100 میلیونی واقعیت طرف اما خندهداری خواهد بود نظر شما چیه؟ آیا پراید به صد میلیون میرسه؟